بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و عرض سلام خدمت شما محصلین عزیز. در فصل حاضر ما و شما مبحث سهمیه بندی آغاز کردین و گفتین سهمیه چی هست و چی تفاوتی با تعرفه داره، و به تعقیب از او سایر محدودیت های غیر تعرفه‌ای مثل دمپینگ را آمدین بحث کردین، و در کنار دمپینگ بحث های مثل کارتل های بین المللی، مقررات فنی و قانونی که وضع میشه و اینها چی تأثیرات میگذاره بر روی تجارت، این موارد در ما و شما بحث کردین و گفتین که در مواقع در بعضی از کشورها کارتل ها به وجود میاد و کارتل ها هم مانع تجارت بین المللی میشه یا در راستای تجارت بین المللی محدودیت ایجاد میکنه. مبحث دمپینگ یک بحث فوق العاده مهم هست در قسمت تجارت بین الملل، مخصوصا برای کشور ما و شما. گفتیم دمپینگ عبارت از صادرات یک کالا یا فروش یک کالا به قیمت کمتر از این از قیمت تمام شد هست. شما وقتی یک کالای در داخل کشور خود تولید میکنین و این کالا به کشور دیگه صادر میکنین، قیمتی که کالا صادر کردین پایین تر باشه از قیمتی که کالا شما به داخل کشور خود عرضه میکنین، خود همی بیانگر دمپینگ هست. گفتیم دمپینگ سه نوع داره. نوع اول از او یک به صورت دمپینگ دائمی هست. یک انحصارگر گفتیم به صورت دائمی در تلاش از این هسته که بازار خارج رو به دست داشته باشه. این انحصارگر فروش کالا به قیمت پایین تر از قیمت فروش کالا به خارج پایین تر قیمت فروش کالا به خارج از کشور پایین تر قرار میده از قیمت فروش کالا در داخل کشور. اما دامپینگ مخرب یا پریدیتوری دامپینگ به صورت هست که فروش کالا به صورت موقتیه به خارج از کشور، و این قیمت فروش که ما به خارج از کشور کالا رو به فروش میرسانین پایین تر هست از قیمت داخلی، حتی در برخی از مواقع از هزینه که ما تولید میکنین یا به قیمت تمام شد ما هست. دلیل از این چی هست و چرا یک فروشنده یا یک صادر کننده که در خارج از کشور قرار داره میخواد یک کالار به قیمت پایین تر از قیمت تمام شد یا هزینه تولید برای کشور همسایه یا سایر کشورها عرضه بکنه؟ مثال های زیادی از این وجود داره. شما چرا موقتی عمل میکنین؟ موقتی عمل کردن تا جایی هست که تولید کننده های داخل کشور به ورشکستگی یا مواجه بکنه یا اونا رو از صحنه ارزی کالا دور بسازه. وقتی که دیگه در داخل کشور تولید کننده نباشه، بعد از او این فروش صادر کننده قیمت کالا افزایش میده. مثلا چیگونه؟ شما مثالی که گفتین بحث روب گرجه بود که در ایراد تولید میشد. شما به یک بارگی در چندین سال قبل دیدین قیمت روب گرجه بسیار کاهش پیدا کرد، روب گرجه وارداتی، تا جایی که باعث از این شد که تولید کننده های داخل بالاخره از بازار خارج بشن و ورشکسته بشن، و بعد از مدتی که اینها از بازار خارج شدن پس قیمت افزایش پیدا کرد. یا قیمت گفتین که مثال دادین از تولید گچی که ما در شرک صنعتی هرات داشتیم. وقتی این تولید کننده های داخلی بالاخره تولید از اینا توقف پیدا میکنه، بعد از اون پس قیمت افزایش پیدا میکنه. یا در بعضی از مواقع شما میفهمین با توجه به فسادی که وجود داره یک سلسله موانعی در راستای تولید کننده‌های داخلی در داخل کشور ایجاد میشه که اونها نمیتونن به راحتی با تولید کننده‌ها یا صادر کننده‌های خارجی رقابت بکنن.
دامپینگ تصادفی هم گفتیم یک به حالت اتفاقیه، یعنی نه به صورت دوامدار هست نه هم به صورت کوتاه مدت، بلکه اتفاقا در موقع نیاز در برخی از مواقع اتفاق میفته که یک کشور کالای میه به بیرون است کشور صادر میکنه و با قیمت بسیار نازلتر از قیمت داخلی، مخصوصا ای آلت در قسمت تولیدات زراعتی صورت میگیره در به خاطر حمایت از دیاقین. ما از آنر که از جمله سایر محدودیت های غیر تعرفه ای به حساب می آید بیان میکنیم که اعانه چی هست. گفتیم اعانه به صورت پرداخت های مستقیم به صادر کننده های بالقوه یا بالفعل صورت میگیره. اعانه میتونه به صورت قرضه های باشه، این قرضه ها باره بسیار کم صورت بگیره. اعانه نظر به تعرفه عمومیت از او اگر نگاه بکنین تا یک حد بیشتر هست. اعانه های صادرات باعث از این میشه که صادرات افزایش پیدا بکنه و نتیجه افزایش صادرات بهبود بیلانس تادیات یا کم شدن کسری بیلانس تادیات هسته. ای اعانه های صادراتی اگر ما و شما بین نگاه بکنید میبینید خلاف قراردادهای بین المللی از جمله گاد هسته، اما به خاطر از اینکه ای از دیدا از چشم ها پنهان بمونه کسایی که دست به اعانه میزنن یا دادن اعانه برای تولید کننده ها خو میزنن، اینا کوشش میکنن که اعانه توری پرداخت بکنن یا اعطا بکنن که بیشتر پوشیده بمونه. چگونه مثلا گفتین قرضه های را اینا میدن با ریب بسیار پایین و اندک برای کسایی که اینها کالاها را صادر میکنه، یا در کنار از او برخی از همین کشورهای صادر کننده میاین مصارف اشتهارات یا تبلیغات اجناسی که قراره به بیرون از کشور اینها صادر بشه به دوش میگیرن. مثلا شما مواد شوینده را از کشورهای همسایه وارد میکنید، کشورهای همسایه برای وارد کننده ها وعده میسپره که ما تمام مصارف تبلیغاتی از اینا یا پخش تهیه اعلان و نشر از روی از طریق تلویزیون ها و یا موارد دیگر ما به دوش میگیریم تا محصول بیشتر شناخته بشه و مردم محصول وارداتی تقاضا بکنن تا جای محصولی که در داخل تولید شده، و یا در کنار از او بحث ارائه معلومات در مواقع یک سلسله معلومات برای صادر کننده ها از طریق دولت ها داده میشه که کدام قسمت از بازار اینها هدف قرار بدن یا چگونه استراتژی های بازاریابی را تعقیب بکنن. اعانه ها به هر حال از جانب کشورهای مختلف صورت گرفته، اگر ما در اتحادیه اروپا رو ببینین یا آمریکا یا سایر کشورهای رو به توسعه یا کشورهای توسعه یافته در نظر بگیرین، اینها اعانه ها در بخشهای مختلف به اجرا گذاشتن. مثلا برای صنعت تیار سازی ایالات متحده آمریکا و اروپا بالاخره یک سلسله قرضه های میده، بانک های صادراتی اینها، کمپانی بوئینگ بسیار زیاد حمایت میشه، یا در ژاپن اگر بیاین ببینین صنعت تولید کامپیوتر شامل اعانه یا یارانه های صادراتی میشه. ما چگونه میتونین این محاسبه بکنین مقداری که اعانه تجاری یا صورت گرفته از جانب دولت برای صادر کننده ها؟ بیشتر ما میتونیم این از طریق تفاوت بین نرخ ریبی که باید به قرضه تجاری پرداخت میشد با نرخ ریبی که در حقیقت یا در واقع پرداخت میشه در حال حاضر، این دو تفاوت در نظر میگیرین میتونین بیاین سنجش بکنین با مقداری که قرضه داده شده. مثلا نرخ ریب هست در بازار 10%، هم ما
وقتی این قرضه از جانب دولت برای صادر کننده ها داده میشه، ممکنه این 2% یا 3% یا 4% باشه. ما این 4% منفی 10% منفی 4% میکنیم، میبینیم 6% این مقدار یارانه یا اعانه هسته که در مقابل مقداری که ما صادرات صورت گرفته به دست میاره. مثال دیگه از این به ارتباط درآمدهای خارجی یا درآمدهای فرامیلی هست که کشورها دارن، مثل مقررات شرکت های فروش خارجی که در ایالات متحده آمریکا هست یا فورین سیلز کورپوریشن. اینها شامل یک سلسله معافیت هایی شدند که این معافیت ها مربوط می شد به مالیاتی که اینها به دست می آوردن از طریق صادرات کالاها. کشورها شرکت های زیادی در ایالات متحده آمریکا از این اعانه ها استفاده کردند که نزدیک به 4 میلیارد دلار آمریکایی به صورت سالانه میشه. اما WTO متوجه از این مورد میشه و در سال 2004 ایالات متحده مجبور میسازه که این یارانه یا اعانه تجاری را حذف بکنه. اکثر دولت ها برای حذف اثرات یارانه یا اعانه کاری که انجام میدن اینها چی هست، چه کار میکنن؟ دولت ها میاین از یک عوارض گمرکی مثل عوارض گمرکی تحت نام عوارض گمرکی تلافی جویانه یا countervailing duties استفاده میکنن. حال برای از اینکه ما بهتر بفهمیم که اثر تعادل جزئی یارانه یا اعانه صادراتی در تجارت چی هست و چی کسایی از این یارانه متاثر میشن، گراف زیل در نظر میگیریم که در این گراف منحنی SX میانگر عرضه و منحنی DX میانگر تقاضا هست. قیمت جوانیر شما میبینین در اینجا به 3.5 نمایش داده شده، 3.5، و این قیمت میبینین که بالاتر هست از قیمت داخلی. قیمت داخلی از طریق منحنی عرضه و تقاضا چیزی که دیده میشه عبارت از 3 دلار هست. برای هر واحد از کالای X شما نیازه که 3 دلار پرداخت بکنین که هر واحد از او دریافت بکنید. در این قسمت تعادل در اقتصاد بالاخره حالت اتارکی یا حالتی که دروازه ها بسته باشه ای هست. اما شما وقتی دروازه ها خواهی کشور باز میکنه و اعانه صادراتی پرداخت میکنه، میبینین که چی تغییراتی در تجارت به وجود می آید. قیمت جهانی زمانی که 3.5 دلار باشه برای هر واحد، شما میبینین تولید داخلی تقاضا در داخل کشور 20 واحد هست و عرضه کننده ها 35 واحد عرضه میکنن، که شما 35 منفی 10 بکنین که عبارت از 25 واحد هست، این 25 واحد به بیرون از کشور صادر میشه. چرا صادر میشه؟ چون قیمت جهانی گفتیم بالاتر از قیمت داخل کشور هست. به این صورت هست که این کشور کوچک به عنوان یک کشور صادر کننده ارزندام میکنه. حال در صورتی که دولت بیایه برای هر واحد از کالا 0.5 واحد 0.5 دلار اعانه اعطا بکنه، چی اتفاق میفته؟ در صورتی که 0.5 دلار اعانه اعطا بشه، شما میبینید قیمت 3.5 دلار، شما جمع 0.5 بکنین برسه به 4 دلار. در این صورت هست که سطح تقاضای داخلی میرسه به 10 واحد، در کنار از او عرضه میرسه به 40 واحد که میبینین عرضه افزایش پیدا کرده و در کنار از او مقدار صادرات هم زیاد شده. شما میبینین 40 منفی 10 بکنین به اندازه 30 واحد ما صادرات داریم. حال
چی تأثیراتی ای بر رو تولید کننده و مصرف کننده و دولت داشته؟ مجموعی یارانه ای که دولت پرداخت میکنه به هر واحد بالاخره 0.5 دلار هست. ما مجموعی صادرات داریم 30 واحد، 30 واحد ما ای 30 واحد تفاوت بین ازی تا این در نظر میگیرین، ضرب در 0.5 میکنین، مجموعی یارانه میشه بالغ به 15 دلار. حال ضرری که متوجه مصرف کننده ها در داخل کشور هسته، ضرری که متوجه مصرف کننده ها هستن، این ضرر توسط این مثلث، این مثلث و این مستطیل بیان شده. چرا؟ چون این سهم مربوط میشد به رفاه مصرف کننده ها. حال با توجه به اینکه افزایش قیمت صورت گرفت، این رفاه کم شده. قبلا جی زبر ای زبر بی زبر رفاه مصرف کننده ها بود، حالا تنها جی زبر مانده و ای زبر و بی زبر مصرف کننده ها از دست دادن، که اگر ما خواسته باشین مساحت اینها را به دست بیارین، مساحت از این مستطیل میشه 10 ضرب 0.5 که بکنین 5، و از بی زبر که مثلث هست، مثلث را هم 1/2 قاعده ضرب ارتفاع میکنین که بی زبر عبارت از 2.5 به دست میاره. ای از بر بی زبر با هم دیگر جمع بکنین، مجموعی مبلغ میشه که یا ضرر میشه که مصرف کننده های داخلی بالاخره متعامل شدن. 5 واحد گفتین مستطیل هست و مساحت مثلث هم که به دست بیارین 2.5 میشه، مجموعا 7.5 دلار ضرر متوجه مصرف کننده ها شد. حال با توجه به ای که یارانه پرداخت شده، ببینین تولید کننده ها چقدر به دست آوردن. تولید کننده ها در مجموع ای سایه ای زبر بی زبر و سی زبر به دست میارن، در مجموع کل ای ساعتر به دست میارن. شما وقتی مساحت از ای ساعت بیاین محاسبه کنین، ای زبر بی زبر دارین و سی زبر را محاسبه بکنین و با هم دیگر اینا رو جمع بکنین، مجموعی که تولید کننده ها به دست میارن عبارت از 18.75 دلار هست، که 18.75 دلار تولید کننده ها به دست آوردن. اما در کنار از اون، ما اگر بیاین مجموعی مبالغ با هم دیگر جمع بکنین، چیزی که تولید کننده به دست آورده، ضرری که مصرف کننده بالاخره متحمل شده و یارانه ای هم که دولت پرداخت کرده، 15 واحد گفتین 15 دلار دولت یارانه پرداخت میکنه، که ما مساحت از زور گفتین در اینجی ای تفاوت هسته که 40 منفی 10 30 ضرب در ارتفاع کردیم که 0.5 بود، مشخص شد که عبارت از یارانه ای بود که دولت پرداخت میکرد به اندازه 15 دلار. مصرف کننده ها ضرر از اون 7.5 دلار، به تولید کننده ها هم منافعی که به دست میارن 18.75 دلار. تفاوت بین بالاخره ضرر و مفادی که ایجاد شده از طریق وضع از یارانه اگر انجام بدین، میبینین که در نتیجه زیانی به وجود میایه که او متوجه جامعه هسته، یعنی نه تولید کننده به دست آورده و یک زیانی است که از اثر وضع از یارانه به وجود یا آمده، یا افزایش هزینه تولیدی هست که ایجاد شده تا جامعه متضرر بشه، که او عبارت از این مثلث بی زبر و دی زبر هست. این مثلث ها رو با هم دیگر جمع بکنید، 1/2 قاعده ضرب ارتفاع که 20 منفی 10 میشه، 10 ضرب 0.5 تقسیم بر 2، که هر دوی از این مثلث با هم دیگر جمع میکنین 0.75 میشه. این عبارت است زیان هست که از ناشی از افزایش از این های تولید برای جامعه به وجود آمده. در مجموع این بود اثرات تعادل جزئی یارانه صادراتی در داخل یک کشور کوچک که به بحث گرفته شد. حال میپردازیم به بحث اقتصاد سیاسی حمایت‌گرایی هست. اقتصاد سیاسی حمایت‌گرایی برای ما چی موارد در بیان میکنه؟ نظریات مبهم و سفسطه آمیزی در مورد حمایت وجود داره.
از جمله این مورد بیشتر در بین ایالات متحده آمریکا و چین که در گذشته هم مطرح بود و تا حال هم ادامه داره، قیمت ارزان نیروی کار در کشور چین و افزایش یا بالا بودن قیمت دستمزد در ایالات متحده آمریکا هست. برای از این که میگن که ما بتونیم نیروی کار خود مصروف بسازین یا سطح تولید خود افزایش بدین، نیاز هسته که ما بیاین موانعی در راستای تجارت به وجود بیاریم. چون در کشورهای دیگه قیمت دستمزد پایین هست و در کشور ما میگه ایالات متحده قیمت دستمزد بلند هست. اما بحثی که به این ارتباط وجود داره برای رفع از این دغدغه ای هسته که بحث مولدیت هست. میگه در صورتی که مولدیت نیروی کار در داخل کشور و اندازه کافی بلند باشه نسبت به کشوری که نیروی کار در او ارزانتره، مثلا در ایالات متحده آمریکا که قیمت دستمزدها بالا هسته، باز به همون صورت بحث بهره‌وری نیروی کار هم بالا هست. مثلا در جریان یک روز یک فرد کارگر آمریکایی ممکنه چندین برابر یک فردی که در چین وجود داره فرض کنین تولید بکنه. به این صورت اگر دستمزد در آمریکا هم بالا باشه، چون مولدیت بالا هست، بالاخره این بحث افزایش دستمزد جبران میشه. از این نیروی کار در داخل نسبت به نیروی کار در خارج که کمتر هم باشه کدام تفاوتی به وجود نمیاره. در صورتی که مولدیت نیروی کار در داخل فوق العاده بیشتر باشه از مولدیت نیروی کار در خارج، تا جایی که بتونه همی از این هار بالاخره پوشش بده. بحث دیگه ای هست، درسته که نیروی کار در داخل یک کشور ارزان هست، وقتی نیروی کار ارزان این کشور بیایه ارزان هست به این معنی که وفور نیروی کار داره. با توجه به مواردی که ما و شما در جلسات اقتصاد بین الملل یک بحث کردین، چون وفور نیروی کار داره برای کالای تولید بکنه که بیشتر کالای کاربر باشه و کشوری که دارای وفور سرمایه پس بیایه کالای تولید بکنه که او کالا سرمایه بر هست. در این صورت هست که با توجه به این تخصصی که به وجود میه هر کشور در همون تولید کالایی که وفور نسبی داره بالاخره تخصص پیدا میکنه و هیچ مانعی هم در راستای تجارت به وجود نمیآید. بحث بعدی بحث تعرفه های علمی هست یا scientific tariff، که تعرفه علمی میگه برای رقابت تولید کنندگان داخلی، یعنی کسایی که در داخل تولید میکنن با تولید کننده های خارجی، نیاز هست که ما از تعرفه علمی استفاده بکنیم. بحث استفاده از تعرفه علمی باعث از این میشه که قیمت هایی که وارد مربوط به کالای وارداتی هست با قیمت هایی که در داخل کشور وجود داره یکسان بشه، یعنی کالای وارداتی با قیمت کالای داخلی هر دو تا قیمت اینا یکسان بشه. وقتی یکسان شد دیگه اختلاف قیمتی وجود نداشت، در نتیجه تبادل کالا یا تجارت بین کشورها صورت نمیگیره و از بین میره، کاملا تجارت دیگه حذف میشه. بحث بعدی که ما و شما به او میپردازین با توجه به همین نظریات مبهم سفسطامیزی که وجود داره، بحث کاهش بیکاری هست در داخل کشور و بیبود کسری در بیلانس تادیات. بعضی ها ادعا میکنن میگن به خاطر از اینکه بیکاری در داخل کشور کم بشه و همچنین کسری بیلانس تادیات بیبود پیدا بکنه، پس ما نیاز هسته که بیاین دست به اقداماتی بزنین که حمایت صورت بگیره از تولیدات داخلی، یعنی تعرفه وضع بکنین یا نبدین یا موارد دیگه. این حمایت ها باعث چی میشه؟ حمایت ها باعث کاهش بیکاری در داخل کشور میشه و جایگزین میشه برای
تولیدات داخلی به جای واردات، یعنی به جای از اینکه ما کالا را از بیرون وارد بکنیم، تولید داخلی ما جایگزین واردات میشه و بیلانس تادیات ما هم بهبود پیدا میکنه. این حمایت ها باعث چی میشه؟ باعث از این میشه که میگن که به باهای فقر همسایه تمام میشه، یعنی bigger thigh neighbor policy هسته، به نام سیاست همسایه فقیر کن هست. به چی صورت؟ چون شما زمانی که بیلانس تادیات شما بیبود پیدا میکنه و بالاخره در کنار از تولیدات شما خوب میشه، همسایه شما او متضرر شده، بناهن ممکنه او هم بیای به خاطر تلافی کردن از این بحث دست به اقدام مشابه بزنه و پس شما نتونین که صادرات زیادی داشته باشین و باعث از این بشه که تجارت محدود بشه بین کشورها. پس بناهن خوب است که ما از سیاست های مالی و پولی و تجاری دیگه استفاده کنیم برای از اینکه سطح بیکاری کاهش پیدا بکنه و کسری بیلانس تادیات در داخل کشور بهبود پیدا بکنه. نظریه صنعت نوپا بالاخره یک دیگه از مواردی هست که به ارتباط اقتصاد سیاسی حمایت‌گرایی هست. با توجه به اقتصاد سیاسی حمایت‌گرایی ما نیاز داریم که از صنایع نوزاد یا نوپا در داخل کشور خو حمایت بکنیم تا زمانی که اینها دست پیدا بکنن این صنایع به صرف جویای ناشی از مقیاس و بتونن با تصدیه هایی که در بیرون از کشور قرار داره یا تصدیه های خارجی یا کمپنی های خارجی بتونن اینها رقابت بکنن. به هر حال وقتی این نظریه اعتبار پیدا میکنه که صنعت به دوران بلوغ، صنعتی که بالاخره ما از او حمایت کردیم و حال به دوران بلوغ رسیده و بازده بالاخره داره، این بازده از این صنعت بتونه تمام هزینه هایی که قبلا بالاخره مصرف کننده ها ای از این هار متعمل شدن، بالاخره ای همه از این ها ای صنعت نوزاد که آلی به بلوغ رسیده و بالاخره دست پیدا کرده به صرف جویی ناشی از مقیاس، بتونه همه از این هار جبران بکنه. خب گفتیم که حمایت تا زمانی پیدا میکنه که به امی صنعت نوپا دست پیدا بکنه به صرف جویای ناشی از مقیاس و مزیت های نسبی بلند مدت، و در نتیجه ای که زمانی که به ای دست پیدا کرد دیگه حمایت کم میشه یا کاملا عصف میشه. و ما در صورتی از این نظریه گفتین استفاده میکنین یا این نظریه بر ما اعتبار داره که امی صنعتی که بالاخره نوپا بود حال به دوران بلوغ رسیده، یعنی میتونه بالاخره در مقابل تصدی ها یا کمپنی های خارجی رقابت بکنه، او از اینه هایی که در زمان حمایت بالاخره مصرف کننده ها متقبل شدن، او از اینه ها دگال این صنعت بتونه جبران بکنه. این نظریه بالاخره صحیح هست، نظریه درستی هست، با توجه به برخی از شرایط بالاخره این نظریه صنعت نوپا امو اهمیت خود از دست میده. چی وقت این نظریه بالاخره نظریه صنعت نوپا تحت چی شرایطی تطبیق میشه و چی زمانی بالاخره همو صحت خود از دست میده؟ این نظریه برای کشورهای بیشتر باید استفاده بشه یا این نظریه برای کشورهای تجویز میشه که اون کشورها رو به توسعه هستن؟ مشکلی که وجود داره که به این هست که شما نمیتونین هر صنعت بیاین مورد حمایت قرار بدین و چیزی که دشوارم هست تشخیص صنعت برای حمایت هست. وقتی شما بیاین به هر به یک صنعتی که او واجد شرایط نیه برای حمایت و او حمایت بکنین دیگه این نظریه مفهومی نداره. و عموما وقتی شما از یک صنعت حمایت میکنین و کاهش یا کنار رفتن از حمایت بسیار دشوار میشه، چرا؟ چون می تصدیا دیگه حمایت کردن برای از اینکه دولت میای از اونها حمایت میکنن. و بحث بعدی استفاده از خود یارانه هست.
به جای تحرفه بیشتر خوبه که از یارانه استفاده بشه به جای تحرفه. به چی دلیل؟ به خاطر از اینکه یانه ها شما میفهمین کمتر مصرف کننده ها یا کسایی که توده از شهرونده هست اینها متاثر میسازه. در مجموع بالاخره ما مواردی که به او اشاره کردین در قسمت نظریه حمایت از صنایع نوپا، این نظریه یک نظریه بسیار مفیدی هست برای کشورهای رو به انکشاف و نیاز هم هست که از این نظریه استفاده بشه. شما میفهمین اگر ما از این نظریه در ابتدا استفاده میکردیم برای حمایت از تولید کننده های داخلی خود، مخصوصا در تولید کننده هایی که در پارک های صنعتی قرار دارن، امروز یک تعداد زیادی از هموطنان ما شما بالاخره مصروف کار بودن و ما کمتر نیازمند استفاده هست کالاهای وارداتی کشورهای همسایه بودی. شما رو به خداوند پاک میسپارم. وقت همه شما عزیزان خوش. خدا نگهدار.